میخوایم تو این مبحث وارد مبحث روتوش بشیم و استفاده از ابزارهای روتوش رو یاد بگیریم. برای این کار باید عکس مناسب رو داشته باشیم. دقت کنین عکسی که انتخاب میکنین کیفیت داشته باشه، یعنی بتونین تشخیص بدین پوست رو و اینکه کاملا براتون اون قسمت ها مشخص و واضح باشه. از عکس های بیکیفیت اینترنتی یا عکس های مثلا حالا کوچیک استفاده نمی کنیم و بعد از اون هم می رسیم به کارهای دیگه که می خواهیم انجام بدیم. الزاماً روتوش مربوط به چهره نیست، یعنی اینکه شما فقط بگید ما روتوش رو توی چهره می خواهیم انجام بدیم، نه. هر تغییری در نرم افزار تصویر که باعث بشه اون چهرهمون بهتر دیده بشه یا اون تصویرمون بهتر دیده بشه یا معایبی مثل معایب مثلا سایزها، بزرگی کوچیک بودن، برطرف کردن رنگ دندونها، رنگ چشم یا هر چیز دیگه، اینها جزء روتوش حساب میشه. اصطلاحی که بیشتر برای صورت استفاده میشه ولی در کل برای همه این موارد باید در نظر بگیرید. خب مجموع ابزارهای روتوش یا ریتاچ از قسمت بعد از ابزارهای انتخاب شروع میشه. خب ابزارها رو اینجا دارم، 5 ابزار اصلی به اضافه ابزار استامپ. کلید میانبر J هست که با زدن شیفت J یا J تنها بستگی به تنظیماتتون داره میتونید روی گزینه های مختلف برید. خب ما از اولین گزینه شروع میکنیم، اسپات هیلینگ براش. به صورت نقطه‌ای کار میکنه این ابزار. یعنی چی؟ ما زمانی که میایم، شما یک شکل دایره‌ای داره، زمانی که میایین روی قسمتی که میخواین قرار میگیرین کلیک میکنین، با توجه به محیط اطراف کار تغییرات رو اعمال میکنه. خب قبل از اینکه ادامه بدیم کنترل آلت زد رو میزنم دو مرحله. از میایم سراغ پالت لایه ها و از این بعد باید حتما با این پنل شروع کنیم کار کردن. همیشه از کارتون یک کپی بگیرین، کنترل J. خب اینم یک تقارنیه، یا ابزار هیلینگ براش یا J بود و حالا برای کپی کردنش کنترل J رو استفاده میکنیم. خب چه کاری میخواییم انجام بدیم؟ میخواییم قبل و بعد کارمون رو داشته باشیم. خب توی صورت یک سری شاخصه هایی داریم مثل خال. خال ها رو حذف نکنین، یعنی خال های اصلی. این خال های معمولی اشکال نداره، ولی خال هایی که شاخصه صورتن، فرض کنید مثلا رابرت دنی رو یه خال توی چهرهش داره، اگر حذف بشه خب عملا دیگه حتی تو گریمای فیلم هاش هیچ کدوم حذف نشده. حالا ما میایم خال چهره یکی رو حذف کنیم، نه چنین چیزی نیست. ما سعی میکنیم معایبی که روی پوست هست و اضافه هست کار میکنیم. خب ما میخواییم 3-4 روش روتوش رو بگیم بریم جلو و همون بیس ابزارها رو باید کامل یاد بگیریم. خب اسپات هیلینگ به درد جایی میخوره که دورو بر منطقه خوبی داره، یعنی به صورت نقطه‌ای داره کار میکنیم و از محیط اطرافش اینها رو برمیداره. یا نمونه یا سمپل سازی رو از محیط اطراف برمیداره. خب روی پنل لایه ها میرم مجدد، قبل و بعد کارم رو چک میکنم. چند تا مزیت داره. یکی این که شما میتونین مقایسه کنین با قبل و بعد. مطمئن باشین خیلی وقتها نمیشه بدون مقایسه با شکل قبلی متوجه شد که چقدر روتوش انجام شده. ما عکاسای حرفه‌ای داریم که توی نورپردازی یا گریم کارهایی انجام میدن که توی روتوش شاد نشه، خیلی تمیز در آورد. پس شما برای اینکه ببینین کار به کجا رسیده حتما باید از پنل لایه ها یک لایه جدا درست کنین و کارتون رو ببینین. خب فرق نمی کنه روی چه کاری باشین، هر کاری که فضای صاف داشته باشه که دور و برش یا فضای تمیزی داشته باشه به راحتی میتونین از این ابزار استفاده کنین. یادتون باشه از بین مثلا شما فرض کنین یک مجموعه کامل عروس رو میخواین کار کنین، 10-15 تا عکس یا یک مدلینگ رو میخواین کار کنین، اون شاخصه که توی صورت نگه میدارین توی همه قسمت رو نگه دارین. یه موقع میخواین نواقعا حذفش کنین، این کار رو انجام بدین.
خب یه اتفاقی اینجا افتاد، من حواسم نبود و لایه رو روی لایه بک‌گراند کار کردم. این اتفاق حتما برای شما هم میفته. اگر مراحل کار رو زیاد جلو نرفتین، یک کنترل A بزنین، کنترل C از لایه کپی بگیرین. از پنل هیستوری برگردین به ابتدای کار و حالا توی پنل لایه ها یک کنترل V بزنین. نگوین لایه کپی شد بدون اینکه تغییراتی که من دادم حذف بشه، تونستم مراحل رو برگردونم. ادامه کارم رو انجام میدم. حتی میتونین براشتون رو بزرگتر کنین و کار رو به جلو. میخوام همه حالت ها رو تست کنین، یعنی توی چهره های مختلف، فرم های مختلف کار رو انجام بدین و نتیجه رو ببینین. گاهی اوقات نتیجه توی تصویر خوب دیده میشه، ولی وقتی که با تصویر اصلی مقایسه میکنین، احساس میکنین که ممکنه کم خراب شده باشه. خب کنترل آلت زد یه هیستوری رو برای همین موقع گذاشتن که کارهایی که مشکل خورده رو بتونین برگردونین به قبل. خب من فعلا این قسمت رو رها میکنم تا برسیم به آموزش های قسمت های بعدی. برای عکس های قدیمی هم به همین صورت، یادتون باشه برای این کارها ابتدا از کراپ استفاده کنین، عکس رو کراپ کنین. حالا من بدون اندازه این کار رو انجام میدم چون هنوز اندازه نهاییم رو نمیدونم چقدر قرار چاپ بشه، ولی خب قسمت های اضافی رو کم کنم به چند دلیل. یکی این که حجم فایلمون کم میشه و اینکه محدوده کارمون رو متوجه بشن به چه صورت هستش. حتی اون قسمت پایین که ممکنه لازمم نشه این کار رو انجام میدم. نهایت میام از نسبت 3:4 یا 2:3، ممکن عکس رو 20:30 بخوام چاپ کنم یا 30:40، من نسبت 2:3 استفاده کردم. کار رو کراپ میکنم. خب برای این عکس هم به همین صورت کنترل جی رو حتما میزنیم، اسپاتیلینگ براش رو فعال میکنم و شروع میکنم کار کردم. خیلی از بچه‌ها میگن خب ورژن های پایین تر این ابزارها رو داره، احتیاجی داره ورژن بالا رو نصب کنیم. ببینین ابزار همون ابزاره ولی کارایش بهتر شده. فرض کنیم مثلا توی ورژن های قبلی ما زمانی که کار میکردیم روی یک تکسچر خیلی قشنگ مشخص بود که تکسچر تغییر کرده، ولی الان این اتفاق کمتر میفته. خب قسمت هایی که بیرون هست رو معمولا کار نمی کنیم، یعنی ممکنه ما تصویری رو داشته باشه مین صورت، کاری که انجام میدیم به قسمت های بیرونی ممکنه کلا جایگزین کنیم، ولی به عنوان تمرین حتما این عکس رو کامل روتوش کنید. خب خیلی تمیز کار رو براتون انجام میده. تنظیماتی که داره، اولا سایز قلم هست که از این بعد هر ابزاری که داریم تو این مجموعه ها یه سایز قلم داره که با کلیت های کروشه یا جیم و چه فارسی میتونیم بزرگ و کوچیکش کنیم، احتیاجی به رفتن روش نیست. مدش هست که فعلا ما با مد کار نداریم، توی قسمت پیشرفته روتوش توضیحات رو کامل میدم و ابزارهای دیگه. تایپ این که نوع کار چی باشه، کانتنت اویر محتویات رو کانتنت اویر گزینه ای که جدید توی ابزارهای فتوشاپ اضافه شده و کاری که انجام میده یه جایگزینی تمیز با محیط اطراف رو داره. کریت تکسچر بافت ایجاد میکنه، یعنی اگر من روی کاری بکشم برای من بافت اون قسمت رو ایجاد میکنه. خب ما فقط فعلا میخوام ببینیم به چه صورته. کاربردی برامون نداره توی کارها. پروکسیمت مچ هم که کامل کار رو اما یه حالتی بین هیلینگ براش و استامپ رو داره که سعی میکنه کامل کار مچ بشه. به نظرم بهترین حالت همون گزینه اول کانتنت اویر که راحت بتونین کار رو باهاش انجام بدین. خب سمپل لایرز هم که زمانی که تعداد لایه ها رو بیشتر کار کردیم، مثلا تو جلسه بعد یا جلسه بعدتر راجع به لایه ها توضیح بدم، راجبش صحبت میکنیم. هیلینگ براش، ابزار هیلینگ براش با اسپات هیلینگ براش تنها فرقش اینه که توی هیلینگ براش ما تعیین میکنیم از چه نقطه کپی بگیره، ولی توی اسپات هیلینگ براش خودش این کار رو انجام میده. خب پس یعنی چی؟ یعنی اگر من برم روی هیلینگ براش، ببخشید،
این قسمت رو که کام کام خودش سمپل میگیره، ولی زمانی که روی هیلینگ براش میرم، وقتی که میخوام استامپ گذاری مثلا نمونه برداری کنم، کلید آلت رو میگیرم جایی که میخوام کلیک میکنم و این کار رو انجام میدم. برای جاهایی که حساسیت دارین مثل چهره، بهتر از این کار انجام استفاده کنین. یعنی فرض کنید من الان اینجا بین مرز دو تا قسمت پوست هستم، اینکه خودم میخوام انتخاب کنم تنظیمات رو از کدوم سمت بگیره. بگن رو بیس کار همونه. میتونم براشم بزرگتر کنم و کار رو انجام بدم. اسپاتیلینگ و هیلینگ براش کاری که انجام میدن رنگ و تکسچر و نور فضا رو با کارم همزمان ترکیب میکنن. یعنی اینکه تفاوت خیلی زیادی مشاهده نمیکنم حتی اگر نور و بافتم متفاوت باشه. خب این کاری که داره انجام میشه و روتوش رو انجام ده. یادتون باشه پایه یادگیری ما بقیه روتوش ها همین یادگیری کامل روتوش دستی هست. خب تا اینجا کار رو انجام بدیم تا بیایم سراغ ما بقیه ابزارها. فقط یک توضیح راجع به قسمت های مختلف بدم. تو این قسمت میتونم تنظیمات براشم رو مجدد تغییر بدم که خب راجع بهش صحبت میکنیم به چه صورته. هر چیزی که اینجا داریم ما یه سایز رو داریم، هاردنس رو داریم. هاردنس کاری که انجام میده، من توی براش بعدا بهتر توضیح میدم، قلموی من رو کاملا لب تخت یا لب محو میکنه. یعنی همون حالتی که دوربر یک دایره داشتیم، فیدر هستش. اسپیسینگ فاصله است. نگاه کنین، اگر دقت کنین فاصله ها زیاد میشه. یعنی یک دو سه ضرب قلم ها با فاصله قرار میگیره. خب این فاصله هم معمولا زیاد تغییر نمیدیم توی این ابزار. شکل قلم به صورت دایریه. من میتونم اگر از قلم نوری استفاده میکنم یا قسمت های از مثلا ابزار های دیگه، میتونم راحت این رو تغییر بدم. یعنی به صورت بیزی باشه یا زاویه دار باشه. که دوتاش توی این قسمت قابل تغییره. چه از اینجا تغییر بدین که کافیه روی فلش یا دایره ها کلیک کنین، یا از قسمت عدد هایی که وارد کرده. خب تو قسمت سایز هم تمپرچر استایلس ویل مربوط به قلم نوری هست که وقتی استفاده کنین ازش تحت تاثیر استفاده و فشاری که داره قلم، سایز قلم رو بزرگتر یا کوچیکتر میکنه. مود رو گفتم بعدا صحبت میکنیم. پترن رو که خب قبلا راجع به صحبت کردم، میتونم از پترن هایی که اینجا دارم استفاده کنم. خب پترن های مختلفی که دارم میتونم تو کارم استفاده کنم و تاثیرش رو توی کار ببینم. حالا ممکنه برای تصویر سازی یا کارهای دیگه بشه استفاده کرد، ولی توی کارهایی که ما میخوایم استفاده ای نداره. گزینه الاین، من قلمم رو تغییراتش رو برگردونم و این رو هم صفر کنم. خب من زمانی که از آلت استفاده میکنم اینجا برای کارم، بریم رو حالت سمپل، از حالت آلت استفاده میکنم، اتفاقی که میافته از اون به بعد هر جا که کار کنم از همون قسمت اولیه برمیداره. یعنی براش فرقی نمیکنه. ولی اگر گزینه الاین رو بزنم، از این بعد اگر از اینجا سمپل بردارم، محل سمپل گیریم هم همزمان حرکت میکنه. یعنی اون فاصله اگر 2 سانتی که داره، 3 سانتی که داره تو زاویه مثلا ساعت 2 قرار داره، با کارم جا به جا میشه. این خاصیت الاین توی استامپ فعاله و توی هیلینگ براش غیر فعاله. بسته به کارتون میتونین این کار رو انجام بدیم. خب قسمت اینکه سمپل ها رو از همین لایه یا لایه بالایی و پایینی یا از همه لایه ها بگیره،
این هم بستگی به زمانی داره که ما کمی پیشرفته تر با ابزارها کار میکنیم، چون زمانی میرسه که من لایه رو سفید در نظر میگیرم، یعنی نمیام لایه‌ای ایجاد کنم، گزینه All Layers رو میزنم و سمپلم رو به این صورت میگیرم. میکنیم الان شاید به ظاهرش هیچ فرقی نکرد، ولی وقتی که نگاه میکنم فقط همون قسمت ها تو لایه جدیدم ایجاد شده. این کاریه که این ابزار یا این قسمت از ابزار انجام میده. خب تنظیمات مربوط به قلم، ادجاستمنت ها که تاثیر بذاره روی کار یا نه، که میام توضیحات رو باید پله پله بریم جلو و مجددا اینها مرور میشه.